ساعت سه پس از چاشت بود و کندهار با همان شکوه و بزرگیش نفس میکشید. جنرال رازق فرمانده پلیس کندهار زنده بود و از برابر مردمان شهرش چالش ها را برمی‌شمرد. برای های حل جستجو می‌کرد تا راه را برای برگزاری انتخاباتی که قرار بود دو روز بعد در این شهر برگزار شود هموار بسازد. اما این جنرال پر آوازه کشور نمی‌دانست که این آخرین نشست خواهد بود که او برای تامین امنیت کندهاریان برنامه ریزی کرده است. ماجرا پس از همین نشست آغاز می شود. درست هنگامی که جنرال رازق فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع را تا چرخ بالهایش همراهی می کند. متیو الله که تصویر بردار جنرال رازق است گواه این رویدادها بود و در هنگام حمله بر جنرال رازق فاصله چندانی از او نداشت. حالت تیاره نویکشن استلین و دی وقت که ناتا په دزی وسوی دا دزی یو فیر وی چور سره سم دستی یو بل فیر دزی هم وسوی کله چې موږ په این وخت کې وشتل چې د یو ګوښه ځای ته ځان ورسو کله چې ما دا ځای څخه یو ګوښه ځای ته ځان ورسوي چې کله مې شاته وکتل هغه د فیش سیمې ته مې وکتل هلته کمانډان صاحب په ځمکه باندې پروت و شه جنرال صاحب په ځمکه باندې پروت و هغه په ځګر باندې لګېدلی و. دوربین متیو الله آخرین تصویرهای جنرال رازق را پیش از این رویداد ثبت کرده است. در این تصویر دیده می شود که مرد مهاجم خودش را در یک قدمی جنرال رازق رسانیده است. به دستش کارتنهای انار دارد و ظاهراً حالش به هم خورده است. اما در این سو جنرال رازق سرگرم بحث درباره تصویرهای موبایل فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع است. مرد مهاجم نخستین بار است که جنرال رازق را از نزدیک می‌بیند. او حالا به هدفش رسیده است و تنها دنبال کوچکترین فرصت است. مرد مهاجم در پشت این لبخندش رویداد بزرگی را پنهان کرده است. به سوی میدان چه حرکت می‌کنند؟ رئیس امنیت ملی کندهار، والی این ولایت در کنار جنرال رازق و فرمانده میلر دیده می شوند. مرد مهاجم در میان انبوه از هدف هاست، اما هدف اصلی او جنرال رازق است و گام به گام این جنرال پر آوازه کشور را دنبال می کند. جنرال رازق در این یکی از واپسین تصویرها می خندد و نمی داند که آخرین گامهایش را در زندگی بر می دارد. حالتا دو تکانه واسو کنه؟ یوازی گلودین نو؟ بله او دو فیر واسو. اولانه فیر دو هم فیر سخیو چلوی و چه دیر تکان پکش واسو و دو هم فیر دیر کم و. خارجان د دې عمومي سوي دي یا شخصا دې دزنی کړی صرف د مخاجب لوري هم شخص خارجان هم ټکر کړی دي زموږ عسکر هم ټکر کړی دي. در اینجا جنرال رازق را آماج قرار میده و گفته میشه که آقای رازق چهار گلوله بر بدنش ثابت کرده، یکی بر قلب، یکی بر شکم و دو گلوله دیگه هم بر پایش و همزمان با آغاز این تیراندازی ها گفته میشه که نیروهای خارجی که بر فراز این ساختمان بودند اونا هم به تیراندازی میپردازند و در کل این تیراندازی ها شاید در حدود 3 الی 4 دقیقه دوام پیدا میکنه. یافته های ما نشان میدهد که مرد مهاجم 28 گلوله شلیک کرده است و نخستین شلیک را از قلب جنرال رازق آغاز کرد. جنرال میلر که در آن لحظه در نزدیک جنرال رازق بود پس از نخستین شلیک یک جا با این مرد
که مسئول خرقه مبارک در کندهار است، در پشت یک تانگ در محل رویداد فرار میکند. هلیکوپتر لانه برقلی دلته دا خلقو اکسون اخسته نو زما سره یو دوه درې ګامه کومندان صاحب لیرو چې دا یو عسکرو دا والی صاحب ګاټ اول د کلشنکوف شراپورته کې پر درځي کې ټکانو کې بیا د ټوپک وشو په ټول د مرګ میگوید در محل رویداد همه چیز به هم خورده بود و نمیشد به یکی از نظامیان هم در آنجا باور کرد. مشگرد در خلق چی بویشت اسمه؟ از ما درکالو مرموی باوتلی نور خلق تپیان اسمه چوک شیدان اسمه نو بیا در دیه خواسته امریکایانو پر دستکر تکالو کرده بویشتی. مرد مهاجم هنگام از سوی نیروهای امریکایی و افغان آماج قرار می گیرد که او به هدفش رسیده بود. جنرال لازق در خون می تپد و به زمین افتاده است. رئیس امنیت ملی کندهار جان داده است و والی کندهار، فرمانده قلردوی 205 اتل و دو نظامی امریکایی زخمی شدند. My assessment is that I was not the target. It was a very close confined space, but I don't assess that I was the target. در آن روز هیچ محافظ مقام‌های محلی در ولایت کندهار خل سلان نشده بودند. در آن هنگام حتی نزدیکترین محافظان جنرال لازق هم سخت سراسیمه شده بودند. ناصر که بیش از یک دهه از جنرال لازق محافظت کرده بود، در این روز می‌دید که چگونه او جان می‌دهد و در خون می تپد. توپک می شه تردولی و زده از دادی صدر مخوام نور دی گرد شه تر روان چه پیر ووسو ما چه ورتوه کتل ده سرادی از کار من در سترگوسو چه ده دور مخوام اخ پر گیش بندی تکان کول نخ پر دی بندی کول پا دیال که چه ده سی یوا دی کل انه ده سوی ده خارجان تکان ووسو ده خارجان تکان چه ووسو ده سی یو دوی زربیه وک خارجان تکان پر چه بندی ووسو؟ خارجان تکان درک ندی را کردی خو وس ول ویکل زما خیال پر داغه نفر باندې. میگوید اصلا نگران جان جنرال لازق در چنین مکان امنی نبود و انتظار چنین رویداد را هم نداشت. دا گرد لگدلی و خارجان چه تکان وکل نور درک ندی معلوم سوی چه پر چه باندې وکل سنگ سو داسی گرد ورد سوال. غرزنگ از 12 سال بدین سو محرمترین رازهای جنرال رازق را می داند و از برنامه سازان مهم این جنرال بود. او ما را به یکی از اتاقهای جنرال رازق رهنمایی می کند و بخش از یافته های طب عدلی را درباره این رویداد با ما شریک می سازد. معلومات سیوی دید تر ولی چه آقا الکسر کلاشینکوف و او یو والی صاحب خپل هغه یو کوچنی توپک دی کلکوفی بولی که کرینکوفی بولی هغه هم د خپل محافظ ته ورکړی و. نو معلومات چې سوی دي ویلی چې دا ټپونه چې و دا غټ و د امریکایي مرمیو دغه چې دي د سرونه دا کوچنی دی نری دی او دا د روسي کلشینکوفو مرمۍ چې دی هغه ډبل دی. وقتی که در همون روز میره به خاطر شرکت در اون نشست میایه این لباسای نظامیش بیرون میکنه و لباسای ملکی را میپوشه و اتاق خواب آقای رازق است که لباسایش در اینجا دیده میشه، لباسای نظامیش هم در اینجا هست و در این سو تقدیرنامه ها و لیسانس رانندگی، جواز رانندگی آقای رازق در اینجا وجود داره و گاهی هم اگر میخواسته ورزش کنه در این اتاق خوابش ورزش هم جای بر ورزش هم بوده و بکس محفوظ هم در این اتاق آقای رازق دیده میشه. جنرال رازق از این حمله آگاه بود اما نمیدانست که چی کسی بر او حمله میکند. راپورو چه کلمش دولت تورتلولو نو دو ویل چې د ولایت ټاورانو ته اله په قرولونو کې خپل اسکر ودروي نو زموږ درې څلور ټاور اله ته په ولایت کې و چې زموږ پرسونل اله ته ناستو زموږ باډي ګردان ناستو په قرولو کې زموږ باډي ګردان ناستو نو د دې څوک نو خبر چې د والي صاحب په څنګ کې دغه یو محافظي
داسې یو پیښه به رامنځته کوي. معاون والی کندهار از کسان است که در هر دو نشست آن روز حضور داشت. یکی در نشست امنیتی در دفتر والی کندهار و دیگر در نشست عمومی که خبرنگاران نیز حضور داشتند. نشست محرم در آن روز 20 دقیقه و نشست دومی نزدیک به یک ساعت به درازا کشیدند. دغه ګنګوسی چې په سوشل میډیا کې په ځینې مستعاره اډیانو راغلی دي چې دلته کومه لفظي شخړه راغلې ده یا د ډورین موضوع یاده سوې ده، دا کته نه ده یاده سوې. تاسو کولی شئ چې د دغه مجلس د نورو ګډونوالو څخه معلومات وکړئ، دغه موضوع کتن یادوري نه ده سوې. اما این مرد مهاجم کیست؟ چگونه توانست نگهبان ویژه والی کندهار شود؟ چه کسانی در پشت این ماجرا پنهان هستند؟ در اینجا او را به نام گلبودین می شناختند و یک و نیم ماه می شد که محافظ والی کندهار شده بود. در همین اتاق بسر می برد. اما هیچ کس نمی دانست که این گلبودین یک و نیم ماه پیش در کویته پاکستان سرگرم آموزش های حراس افغانانه بود. در خبری گرسران نکه ولی از مرسره بیا برداشت هوایی بود. محمد نسیم که یکی دیگر از محافظان والی کندهار است، در یک و نیم ماه گذشته شبها و روزها را با مرد مهاجم سپری کرده بود و نمی دانست که با چه کسی همکار است. دغه بسیر را وستلی و دجه زموج و گرد دجه بسیر زمانت بی مولادات کردیم زموج کماندان زموج امیر و مولادات بیا دا بسیر را وستلیم. نو نور دا گلبجین پاره موش نو خبر چی دا کم زای دی، دا کمی کچی دی، دا کمی نایی دی، دا کم کلی دی، دا کمی ولسوالی دی، دا سی موش نو پا خبر. اما این پرسش را حتی نگهبانان والی کندهار هم مطرح می سازند که این مرد مهاجم چگونه در درازای یک ماه به یکی از نگهبانان ویژه والی کندهار مبدل شد. اول دواره چې دی رالی چې نو سو کسوی دلته په دا ولایت کې د پر ټاورانو باندې پیره کوله، په دغه پر دغه کرول بیا پیره کوله، پر هغه کرول بیا پیره کوله، د باندې پر کرولو پیره کول، په دغه یوه هفته کې یا پنځه ورځې یا شپږ ورځې کې دی پورته سو لوړ ګاډ وسالون ته ګاټ بیا داسې ځای دی چې یعنې د والي صاحب پر دفتر باندې پیراده. نام اصلی این مرد مهاجم راز محمد است. او باشنده اصلی روستای ابراهیم خیل بلوسوالی گیلان ولایت غزنی است، اما در اینجا خودش را با نام جعلی گلبودین معرفی کرده بود. دغه تضمین راوستل خود والی صاحب د ګارد قمندان د مولادات په نامه دی، هغه راوستل و او نورم د تحقیقات لاندې د کېدای شي داسې ویل کېږي چې بل د خاله زوی یم او هغه د ډېر وخت عسکرو دلته کله چې دغه پیښه رامنځته کېږي هغه یو ساعت مخکې یا نیم ساعت مخکې وتلی دی د ولایت څخه، هغه اوس ورک دی. پنځلس دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لغې خو نه دوی ته تلیفون سوی دی هلک ته، د پنځلس تقریبا دوه نیمې دقیقې خبرې یې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده. حداقل یک زونه تامین امنیت کرده بود و یه دست میره و ما امیقه قبول بکنیم که یک کسی با تذکری جلی با نام جلی آمد فلانی را شهید کرد، بس این قابل قبول نیست. طالبان پس از این رویداد تصویرهای از این مرد مهاجم را همگانی ساختند. او در پیامش از مردم می خواهد که در برابر نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای خارجی استادگی کنند و در این تصویر دیده می شود که او سرگرم آموزش های نظامی است. چون والی صاحب خو نظامی سړی و باید چې د په دې شیانو کې ډېر جدي وای چې د ته یو محافظ راځي مثلا یا باډیګارد د دې د باډیګاردانو قمندان معرفي کوي یا غیره، ولی د به چې د هغو سوال پوښتنه کړې وه چې د کوم ځای څه کاری کور دې چیرې دی چیرې اوسېږي چې د ده د ژوند د هغه ټوله معلوم کړې وه ځان ته باید د هغه څه وروسته د ځان سره درولی و. هنگامی که روز بعد خبر مرگ جنرال لازق به شهر می رسد، کندهار را وحشت و ترس فرا می گیرد.
دکانها بسته می شوند و شهر کاملا نظامی می شود. هرچند جنرال رازق یکی از پولدارترین افراد کندهار بود و دیدبان حقوق بشر او را یک ناقض حقوق بشر گفته بود و حتی منتقدانش او را به داشتن زندانهای شخصی متهم کرده بودند، اما نام این جنرال چهار ستاره کشور در 8 سال مأموریتش چنان با این شهر گره خورده است که حالا در نبود او زود است که کندهار به آرامشش برگردد. کندهاریان بار مسئولیت‌های نظامی جنرال رازق را بر شانه‌های برادر کوچکتر او تادین خان انداختند. یک آدم آرام و کم گپ، حتی حاضر نمی‌شود که یک جمله هم در برابر دوربین ما بگوید. تادین امر جنرال رازق خان در امور امنیتی بسیار دخیل بوده. جنرال سبرازق خان در روزهای اخیر، در ماهای اخیر مصروف کارهای ملی بود. تماسهایشان با کلانه افغانستان بود. به این دلیل تادین خان زیادتر در کارهای نظامی دخیل بوده. پخش خبر کشته شدن جنرال رازق افغانستان را تکان داده است. اما زندگی و بازی های کودکانه اینان همچنان ادامه دارند. اینان کودکان جنرال رازق هستند. این جنرال پر آوازه کشور 3 زن، 7 پسر و 5 دختر داشت که اینجا در کاخ مندیگک در کندهار زندگی می کنند. این کودکان روزگاری را به یاد می آورند که وقت جنرال رازق به خانه می آمد آنان با موبایل هایش بازی می کردند. سنگ ساعتی دستر تیروی؟ ماشان شالی برز بر تلفنم رکوی ارشیب رکوی ارشیب خبرش. جاوید 14 ساله سومین پسر جنرال لازق است که با 2 برادر بزرگش در دبی درس می خوانند. او می گوید که پدرش با آنان به فارسی گپ می زد. دخپل پلر تک اخم چی بس اگر اکم جوری رو چی سبکان می خاتم کلا پراغل لار پلو نیزم از ما پلر چکلی دی بس اگر اکم جوری. جنرال لازق در کاخ مندیگک شبانه حتی با 500 تن دیدار می داشت. او نه تنها یک نظامی، بل در سالهای پسین همچون یک سیاستگر مطرح کشور نیز شناخته می شد. جنرال سبرازق خان با بختگی رسیده بود، در حالی که کسی بود که از نگاه موقف یک قمندان بود، اما به سطح ملی فکر می کرد. کسی بود که با مردم بود و مردم نه تنها قندهار بلکه مردم افغانستان، و در این روزا بسیار کوشا به این بود که بعد در سیاست بزرگ مملکت دست داشته باشن و تصامیمی که تا جایی خبر بودم به سطح بسیار بالا با کلانه افغانستان داشتن. جنرال رازق 10 طالب را در کندهار به زندگی عادی برگشتانده بود و به آنان تمامی امکانات زندگی را فراهم ساخته بود. این مرد مسئول نظامی طالبان در حوزه جنوب غرب افغانستان بود و حتی در زمان طالبان والی چندین ولایت جنوبی کشور نیز بود. اما 3 سال پیش او با جنرال رازق با 100 تن دیگر کنار آمد و اکنون خودش را نامزد انتخابات مجلس نمایندگان ساخته است. میگوید که زندگی که در حال جنگ بود
پشیمان است و خوشحال است که در کنار مردم و به دور از جنگ و جنگ افزار به سر می برد. خوان چدی اغا په دغه ژوند کې د خپل ولوس په مابین په خپل خار کې وای خان دی کپ کړ دی چې ته خپل وطن کشمیر دی نو خوان په دغه کې دی چې سولې ارامي ولوس او انسانان خلق بغیر بیر بغیر ترسه کورو ته زی او بغیر بیر بغیر ترسه د کورو سره وزي نو په دغه وخت کې ارسه در نبود جنرال لازق تشویش های امنیتی در این شهر چند برابر شده است. این تشویش ها نه تنها مردم عام بل بازرگانان و پیشاوران را نیز زیر سایه گرفته است. وست کاروبار دقل تراغلی دی چی دشپر روز کیر ده شهادت یا پینزه روز کیر تقریبا سار سا در غرمی در دورس بجو پر کاروبار خلاصی برت بند سی زکه دخل پا زل کی ویره پیدا سویده دقا ویره ده پا جون که دا ویره از مرتر راول. 39 سال پیش در میان این دشت ها در اسپین بولدک کندهار مادر پسر به دنیا آورد و او را رازق نام نهاد. اما این مادر در آن هنگام نمی دانست که روز این پسر بلند آوازه خواهد شد. اکنون در اینجا خانواده کاکایش بسر می برد. در اینجا با دوستان کودکی جنرال رازق آشنا می شوم که در آن زمانه ها بازی های همچون غارسه انجام می دادند و اینکه چگونه جنرال رازق برای نخستین بار در برابر طالبان جنگ افزار بر شانه کرد و فرمانده نظامی منطقه ایشان شد. ده یو موتر در لو ویلند خوزر موتر و پر داغ پوستو منی با ده گریزه دی کلی با آغر یا گوتا با شواس و لو بیا با ی وخت بر دوړډې نو وسه ی وخت به وبنه بیا وسه موږ به پر دا پوستو باندې اسکر و موږ به دته د وبوړډې بیا ورکولې. اما او در کمتر از 15 سال به یک نظامی شناخته شده کشور مبدل شد. کندهار که پایگاه سنتی طالبان بود در 8 سال مأموریت او به یکی از ولایت‌های نسبتاً امن مبدل گشت. مزار او در کنار خرقه مبارک در شهر کندهار مرد، زن، پیر و جوان را از سراسر کشور به سوی خودش می کشاند. حتی کسانی از دوردست ترین بخشای کشور به دعاخانی برای او می آیند. ما به عنوان یک ایراد میراتی به عنوان یک افغانی آمدم اینجا وحدت ملی نشان بدم چون اینجا ما خواهیم تعصبیت از بین ببرم. جنرال رازق برای به احتزاز نگه داشتن این پرچم 28 بار با حمله های حراس افغانانه روبرو شد. اما با پس این حمله به دور از میدان جنگ در امن‌ترین بخش کندهار جانش را گرفت. اکنون در نبود جنرال رازق ادامه زندگی آرام در این شهر و آوردن فرداهای روشن به کندهار هم برای کندهاریان و هم برای حکومت افغانستان یک آزمون بزرگ است.